سلام دوستان، یه برنامه دیگه در خدمتون هستیم. توی ماهواره وینرسات توی سواحل متین ساسیلات هستیم. همونطور که میبینید همکارم دیوید داره با یه دستگاه کار میکنه که میخوایم اونو به شما معرفی کنیم. حالا چطوره دیوید؟ سلام تام، چطوری؟ بچه ها چطوره؟ ننه چطوره؟ بل خوبه؟ بل هنوزم با سباستیان پدرم زندگی میکنه. خب حالا دیگه چطوره؟ خوبی؟ خوبم. خب خانم دراینتیتی خوبه؟ عالیه، سلام میرسونه. خب بل سلام برسون. در سواحل متین ساسیلات واقع در هنگ کنگ هستیم و داریم براتون دستگاهی رو آموزش میدیم که این دستگاه لازم به معرفی نیست. همونطور که میبینید همکارم داره با اون دستگاه کار میکنه. این دستگاه دنبه های دور شکم رو آب میکنه. حالش رو ببرید. همونطور که میدونید ما دستگاه دیگه هم داشتیم و اینها رو بهتون معرفی کردیم. در برنامه های بعد با دستگاه جدیدتر میام خدمتتون. حالا میریم ببینیم همکارم موقعی که این دستگاه رو استفاده کرده چقدر تونسته استفاده ببره ازش. تام تو خبر نداری چی شده؟ چی شده؟ تام اولی به من چسبیده، ول نمیکنه. این میچسبه تا لاغرت کنه. بعد تو لاغرت کرد ولت میکنه. همینه میگم تام، باورت نمیشه. من این مدتی که داشتم این دستگاه رو میزدم، یعنی بهم چسبیده بود، ولم نمیکرد. خب باورت نمیشه. نگاه بکن، این ول نمیکنه. خوی بیستا دیگه اون چسبیده بهت که لاغرت کنه. ببین چند تیکه شده شام. ببین شیش تیکن، چند تیکن شکمت هشتیکه شده. همون نوتیکه شده. تو اون تیکش رو نمیبینی؟ نوتیکه شو میشه به ما نشون بدی؟ نه خجالت بکشتم، من نمیتونم حیا بکنم. چی تو بکشم بالا ببینن من؟ خب دوستان در برنامه بعدی یه لباسی میپوشی که مشخص بشه شکمش چند تیکه شده. همونطور که میبینید دیوید یکی از بچه‌های باحال روزگاره، خیلی با معرفت. تام چرا خودت نمیری از این دستگاه ها بزنی؟ چرا منم استفاده میکنم. ما رفته آمد خونه ما دیگه داریم. شاید که بچه های محله ها خانده. تام نگفتی اسم این دستگاه چیه؟ اسم این دستگاه فوتو مارپیچیک توستر هستش. یعنی چی تام؟ یعنی آب کننده عضلات دور شکم خودت. بابا نظره استارت نزن که مگه ترینال جنوبه؟ نمیبینی داریم فیلم برداری میکنیم؟ صدا داره ضبط میشه عزیز من. خیلی بزن نترس. الان اصابه که میریتم استا. چه خبره اینجا؟ چه خبره اینجا؟ چه خبره بابا؟ چیه اینجا که دهواره؟ باره کنه؟ آقا جون فیلم برداری؟ یعنی جون برداریه؟ فری بهت گفتم آقا سامانو بزن. عزیزم اینجا باره استارت بزن. راست بگه دیگه. برو اومد؟ دارم بهت میگم استارت بزن. رفتی یقه آقا سامانو میگیری؟ عقل نداره آقا. بیا آقایون اگه زحمتتون نیست بیا دست به این ماشین بزنی، هلش بدی، هم کار ما را بیفته هم کار شما. دوستان عزیز برای تسلیل در کار تولید لطفاً هل بفرمایید. ای بابا گرفتار شده. باره بابا ببینم چی میگن اینا. بفرمایید آقایون. بفرمایید وقتی وقتی حدر ندید. بفرمایید. شما بفرمایید سواشی خانم. بفرمایید سواشی. آقایون از این طرف بفرمایید. تمام شد یلا. هل بده. هل بده. هل بده. ننه من هی میگم قصد ازدواج ندارم، شما این مورد معرفی میکنی؟ خب بابا آقا جمال که هست اول اون زن بگیره. کی من؟ بابا ازدواج که علکی نیست، رو من اصلا حساب نکنید. ازدواج 3 سالی داره. فکر میکنم پسر 31 باشه خوبه، دخترم 22 باشه آره خوبه. بله چی؟ کدوم یکی؟ همون ابرو پاچه بازیه؟ همون که هر وقت میخنده لای دندوناش پر سبزیه؟ نه 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 اون نه اون نه. چی؟ اون خیلی کوچیکه، 22 سالشه ننه. آقا داداش 22 سالشه؟ خب منم 30 سالم. این یه مورد رو میتونی رو من حساب کنی؟ آقا تو زن میخوای چیکار؟ قضا میخوای که مامان برات میپزه، مهر و محبت میخوای جهان هست، هم صحبت میخوای، این همه مشتری باشون حرف بزن. باشه ولی ننه بابا آخه گفتن عقد دخترم و پسرم و تو آسمون بسته شد. اون دختر دایی ماست مهرو خانم. 10 سال؟ خب تو این 10 سال خیلی اتفاق افتاده. من عوض شدم، اون عوض شده. عکس من میخواد چیکار؟ آره راست میگه، تازه تو این 10 سال 10 برابرم چاق شده جانو. کلش هم 10 برابر بیشتر تاس شده. از دایی هم از آدم های کچل اصلا خوشش نمیومد. آره دایی خدا بیامرز کلن از خانواده ما خوشش نمیومد. منم دوست نداشت با اینکه این همه مو داشتم. جدن؟ آره گوشم با شماست. بله بله
چیکار میکنی تو؟ نه یه لحظه گوشی اما میخو این بازه که ننه من بعدا به تو زنگ میزنم. پیروز خانم؟ پیروز خانم؟ بله بله. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش می‌کنم. یه خواهشی دارم ازتون. بفرمایید. یه کمکی به من بکنید. چه کمکی؟ من دارم یه گزارش درباره تئاتر درمانی درست می‌کنم. بله بله. بعد می‌خواستم ببینم شما شرکت می‌کنی؟ من اصلا حالم خوب نیست آقا سفر، اصلا روحیه‌شو ندارم. اصلا من برای همین خدمت شما عرض کردم. خواهش میکنم. ببینید تا درمانی معجزه میکنه. حالا چیکار میکنه؟ میشینیم با هم نمایشنامه رو باز میکنیم، بعد نقشه رو تقسیم میکنیم، بعد از روش میخونیم. خب بعد چی میشه؟ بعد شما موقعی که این کار انجام شد حالتون از این رو به اون رو میشه. واقعا؟ واقعا. یعنی خوب میشه؟ بله. جدی میگی؟ بله. دیگه میتونم گریه کنم؟ بله راحت. ممنون. راحت میتونیم بخندین، راحت میتونیم خشمتون رو راحت گریه کنین. کمرم درد گرفت. خیلی ممنون که قبول کردین. کمرم درد گرفت. خیلی من در اومد. بابا چه کاری هست آقا؟ ادامه بده. چه چه ادامه بده؟ آه کات کات. کات. راست میگه آقا. 20000 تومان دادی تبریک بسازیم. این آبدارچی ما رو داری کمرش رو داغون می‌کنی. بله آبدارچی چه درد؟ دستم درد نکنه. شما مدیر تبلیغات من هستی. باشه همینجوری به درد نخوره. نه دیگه. یه بار دیگه بزنی بغلی می‌زنم تو کاچتا. هی حرف علی کی می‌زنه؟ به من چه؟ اصلا من نمی‌تونم این کارو بکنم. بله. من برای همین شرکت نکردم. شما قبول شدید؟ به من گفتن تو بیا بسازیم. بله من قبول نکردم سعیدی قبول. یا چهار تا چای هم بریز بیا. فرهنگی کردی شما. حساب کردم باید پولش عودت بدید. عودت مودت در کار نیست. 100 تومن شما عودت کنید. نه آقا اصلا این 100 تومن میارزه؟ مثل اینکه به سعیدی داده. من نمیدونم آقا جون، من نمیدونم، باید عودت بدید. نه عزیزم نه چیزی ببین اصلا این مراد به درد تبلیغ تو نمیخوره. برای اینکه چاقه، مردم میگن این چه چاقیه، پس چرا با این لاغر نشده؟ بعد مورد آدولف غیر فیشبک میشه واسه تماشاگر. نه 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 اتفاقا توی ماواره عاشق هنرپیشه‌های چاقن. من میدونم، خودم روانشناسی بیننده خوندم، میدونم چجوریه. آقا باید عودت سفر بیا بیا بقیه اینو بگی تمامش کن، خسته شدم دیگه. نه خیر، من از همون اول گفتم این کار شما در شأن و شخصیت بنده نیست. بله بله. نگفتم تشریف بیارید کارگردانی کنید، تصویر برداری کنید؟ بیا اینجا جای مراد بخوام یه چاتش نشکن برو تمامش کنم. نه نه سعیدی، نگرفتی چی شد؟ شما تشریف ببرید سر همین چهارراه، یه باشگاه بدنسازی هست، دو سه تا از این بادی بیلدینگ یا جون داداشا وردار بیار اینجا، اون کارو برات انجام بدن، مردمم میگن به به. فکر بدی هم نیست، به شرط اینکه حساب کتابش با خودتون باشه. از فکری که خیلی خوشم نمیاد، حالا چون شما دوست دارین باشه. دستون در نکنه، پس 100 تومن عودت نمیخوام بدی. همون کل 200 تومن باشه. پس به پسر کوچه یه دو تا اینو بردار بیا. برو. با هم بریم شما چهرهاشو. خب بریم بابا. اینو که تمام بیا. نه اونش جعبه جعبه سپایه رو اینجا میذارم. اینجا. وای. ادبش. شما قبول نکنید. نه نه، من فقط کار فرهنگی. در شأن شما نیست. بله، خیلی ممنون. خواهش. پس من میتونم رو همکاری شما حساب کنم؟ خواهش میکنم. بله، چشم. خیلی ممنون. فقط لطف کردید. من مزاحمتون بشم. خدا بهتون عرض میکنم. خواهش میکنم. مرسی. خواهش میکنم. سلام آقا جان. سلام آقا حمید گل گل. حمید بیا اینجا ببینه. اینجا؟ بله. پدر بزرگ سیگارش ترک کرده؟ نه، ترک نکرده. از بس که سیگار میکشه تو جو میندازه، دو تا از قناری من خفه شدن بردن. خب پس چرا نمی از من سیگار بخری؟ آخه عمو از فروشگاه خودش براش میاره. عموت مگه فروشگاه داره؟ بله، تا همین کوچه بالایی یه فروشگاه رو انداخته. به چه گندگی. شیش تا فروشگاه شما توش جنس داره. یک بستنی ها رو یه ارده که تو دنیا هم پیدا نمیشه. اسم فروشگاه چیه؟ فروشگاه غریب. غریب؟ حمید، میری به اون عموی نامردت میگی که هر چقدر میخواد زیراب ما رو بزنه، اهالی محل میان از سوپر برادران برادران با 40 سال سابقه این کار درخشان خرید میکنن، فهمیدی؟ آقا جان، حسودیت شده، چرا به عموی بدبخت من تایم میکنی؟
ببخشید من یه خورده تند شدم همینجا، ولی حرفایی که زدم به عمود بگو. خداحافظ. پدر بزرگ سلام برسون. خاک بر سر من که انقدر زود قضاوت کردم. فیروزه خانوم. ببخشید شما نقش زن رو بازی میکنی، من نقش مرد رو. چی شو؟ خندم میگیره بکنم. نه نه یه خود تمرکز کنی، خنده دار نیست اصلا. ببخشید بخواه اینجا یه دختر بچه هم داره. آره آقا مراد، آقا مراد این دوتا چایی چی شد پس؟ بیا این نقش بچه رم بخون لطفا. بله بله اومدم. دست درد نکنه. خیلی ممنون. خوب این فیلم زخنم. آقا مراد یه زحمتی بکش یه نقش بچه هست توی این نمایشنامه، اونو شما بخون. بچه چیه این؟ بچه. نه اینجا امروز روز ما نیست، من این چایی ها رو ببرم به درد شما نیست. آقا مراد میخواییم سایکو درامی کنیم، شما که واردی. سیکو سیکو را انداخته. من چی سیکو هم تیکو؟ سیکو چیه؟ بابا هفته پیش یادت نیست از دست سعیدی ناراحت بودی، خشم تو نمیتونستی نشون بدی. خب تا درمانیت کردم تونستی خشم تو بروز بدی، زدی همه ضرب و ضربای شرکت رو شکستی. نه من امروز نمیتونم. خشم فرو خورده تو تبدیل کردی به خشم اجدها. همون خشم اجدها فرو خورده بود پدر ما رو در آورد، هرچی پول داشتیم یا بای سعیدی از ما گرفت به خاطر شکوندن اینا. بای دیوونه هم مخم از دست دادم. من نمیتونم. ای چیه که من بخونم؟ خب ای چی شد؟ آقا مراد این بچه رو بخون کار ما هم را بیفت. بچه چی؟ اینجا میگه چی شد؟ چی شد؟ نه من نیستم. چرا؟ خودت مردی خودت این رو بخون. چرا؟ میگه تو بیا نقش دختر رو بخون. گلی خانم، من گلی خانومم. خب ای بابا آقا جون شما شما مرد رو بخون، من بچه رو میخونم. نه 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 ایشون مرد رو بازی نکنه، چون ایشون یکم خشنه و ناراحت نشینه، هم من رو میزنه هم بچه رو. نخواهش فیروزه، فیروزه خانم من مرد خوبی هم. اصلا بلش کن آقا، شما نقش زن رو بازی کن، من مرد رو بازی میکنم، اینم دختر خونه. باشه یعنی شما میشه مامان من؟ بله. خدا رحمتتون کنه. کیا خدا رحمت کنه؟ مامانم. دوشیزه ی فیروزه دلم داره میسوزه، کردم تو را ناراحت با اشتباهی راحت، پختی تو ماکارونی با زحمت و چه عالی، غذا رو من ندیدم یک حوز جا پریدم، توهمی ورزیدم اونی که منو لو داده اسمش غریب افتاده، خدا لعنتش کنه، اشتباهی رخ داده، تشابهات اسمی کرده مرا تلسمی، یه بقالی ته کوچه بود دوز و کلک اون زده بود، اسم اونم غریب بود چه ناقلا عجیب بود، شما که خودت غریبی از آشنا چه دیدی، برای عذر تقصیر خواستم بیارم پنیر، اما این شکلات های ناقابل را با کمال پوزش تقدیم می نمایم، امیدوارم من را ببخشید و در ضمن از آن سوپر نه از آن فروشگاه بقالی غریب خرید ننمایید. با تشکر جهانه. همه چیز رو جمع کردی مادر؟ آره همه رو جمع کردم، گذاشتم تو کمد، درشم قفل کردم. یه بسته شکلات تو در یخچال بود، می‌خواستی اونم برداری؟ برش داشتم. آخ آخ یادم رفت، برو یه بسته خامه تو یخچال اونم برو بردار. نه خامه که دیگه نمیشه بذارم تو کمد، میترشه، ولش کن. آخه چیکار کنم، این پسره هرچی خامه و شکلات برمی‌داره به هوایی که چاقشه می‌خوره، فردا قند خونش و چربی خونش از مادر جونم می‌زنه بالا. ولش کن بیا بریم بابا. سلام. سلام. وایسه ببینم آقا جهان. بیا ببینم. بله. بیا اینجا ببینم. اون کیسه چیه پشت قایم کردی؟ داریم بله برای پدرام؟ ها این سفارش فیروزه خانمه، برای ایشون میبره. آره از رنگ رود معلومه خیلی راست میگی. باور کنی راست میگم، این شکلات همشون سفارش فیروزه خانمه، برای ایشون میبره. بده من.
بده من این بچه منم خول شده فکر میکنه آتشخاله رو بخوره 30 کیلو چاق میشه. دیگه مامان همین آتشخاله رو میخورن چاق میشن. به جان خودم این آتشخاله مال فیروزه خانم حال من نمیدونم میخواد بخوره چاق میشه یا نه. آقا جهان چرا دروغ میگی؟ بابا نداری خب از خودش بپرسید. زنگ بزن از خودش بپرسید. نه زنگ نزن نه زنگ نزن نه زنگ. اگه میخوای زنگ نزنم بس بده من. میدم میدم بیا. آقا جهان ماشاءالله شما یه سن و سالی ازت گذشته. پدرام بچه است. با اون هم دست میشی؟ مامان ما همین شکلاتو میخوایم چه کنیم آخه؟ میریم بعد ورزش گرسنه‌مون میشیم میخوریم. بقیه‌اشو میدیم به دوستامون. با ماما داریم این ورزش لاغر کنیم ها. بیا بریم اینقدر حرف نزن. بیا بریم. ۹۷۴۰ تومن شکلات بود. خانم عزیز من به شما علاقه دارم. چرا باور نمی کنی؟ علاقه داری؟ چه علاقه ای؟ همه ی آدم ها گاهی عصبانی میشن. من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. با اینکه همیشه بهت علاقه داشتم ولی باید برم. نه نرو منو تنها نذار. باید به من فرصت بدی. بیا زندگیمونو از نو بسازیم. بذار به جهان لبخند بزنیم. من از جهان بیزارم. دلم فقط به تو خوش بود. تو بیدلیل به من اهانت کردی. تو گناه نکرده رو به پای من نوشتی. تو غرور منو شکستی. مگه من چی کار کرده بودم؟ تا حالا هیچی از غرور من اینجوری نشکسته بود. غذای منو میده به گرباره. حالا میدونم با چی کار کنم. یه جوری با من رفتار میکنه که من خیانتکارم. نوبت منه یه همش خود داره دیالوگا از بر میگه واسه خودش به درستازی میکنه. میره دختر ستا دیالوگ داره اینجا نوشته. حسشونو به هم نریش. حسشونو به هم نریش چیه؟ شما اسم خودتون رو گذاشتین فرهنگی؟ ستا دیالوگی دختر داره از حق این دختر دفاع کنه. این مسخره بازی ها دیگه. ببخشید بابورم پیکید. خواهش میکنم راحت باشین شما. لسه نفهم تو چجور گریم گرم. من فهمیدم شما به طور ناخودآگاه احساس میکنید که کسی غرورتون رو جریه دار کرده. برای همینم گریه میکنید. من حالا باید چیکار کنم آقا سر؟ هیچی فیروزه خانم شما روحیه حساسی داری. وای شما چقدر خوب منو شناختید. خواهش میکنم من در زمینه روانشناسی مطالعات زیادی دارم. همینجا بهتون توصیه میکنم بعضی وقتا لازمه بعضیا رو نبینید. حقوقتون رو بشناسید، بهش ایمان داشته باشید، اعتماد به نفس داشته باشید و حد آدم‌ها رو بهشون یادآوری کنید. چیزه فیروزه دلم اصلا دلم نمی سوزه. سختی دلم نمی سوزه. الو سلام ننه حالت خوبه؟ آره میدونم پاد درد میکنم. ببین ننه من الان میرم عکس میگیرم این عکس قابش میکنم. آره ببر برای مهرو خانم. بله بله شما راست میگفتی زن باید نجیب باشه و وفادار. آره آه اون اختلاف سنی هم کشکه. بله بله هر چی که شما میگی درسته همونه. کار نداری؟ باشه بهت میرسونم. خداحافظ. سلام ناتاشا جون خوبین؟ من میخواستم نیت کنم. نادیا صداتو میکنم. شما نیت کن ولی خواهش میکنم قبل از اون صدای تیوی رو خفه کن که بتونیم راحت با هم صحبت کنیم. صدای تلویزیون ما خفه است قربونت برم. تلویزیون
پس این صدای عمه منه، صدای خودت دیگه دارم میشنوم. ببین اگه خفه نکنی صدای تلویزیونو، من حالتو میگیرم، قطع میکنم دیگه فالتو. چشم چشم چشم، کم کردم کم کردم. کم کردی واقعا؟ بله بله کم کردی. خب بگو نیتت چیه؟ میخواستم ببینم یه چیزی رو میخوام به یکی بگم، خب بگم یا نه؟ شما چه سلام میدونی؟ دیگه سوال نداره که، خب بگو. خب بگم. آقا فالم چی میگه؟ میگم به ضررم نباشه، قربونت برم. ببین اگه از ته دلت باشه اصلا به ضرر نیست، با خیال راحت من تضمین میکنم. بگو. دست در نکنی. میخواستم بگم امروز خیلی خوشگلتر شدی، یه چیزی که واقعا از برنامه خوبتون ممنونم. دست شما در نکنه. خواهش میکنم. به امید اون روزی که ایران ما آزاد بشه، من بیام تو پارک ملت فالتون رو بگیرم. اون روزی که دلم میخواد ایران ما آزاد بشه، من بیام سر مولوی کفتون رو ببینم. امیدوارم واقعا. برای من ایمیل بفرستید. خدا نگهدار. دلم هوای ایران کرد گرفت. یا آگهی بخش. خدا بیامرزه آقا جونتو. 14 سالم بود اومد خواستگاری. 15 سالگی جلال آوردن. آدم خوبه زود زن بگیره مادر جون. نوه‌هاشو ببینه مادره، بچه‌هاشو ببینه، سر و سامون بگیره، نه اینجور عذب اغلی بمونه. چه فایده ای داره اینجوری بابا جون؟ تک تنها. آدم آرزو داره نوه‌شو ببینه، نتیجه‌شو ببینه، بچه‌هاش دور برشو بگیرن، نوه‌هاش دورشو بگیرن. آره. سلام. سلام علیکم. چیزی میخواستی دخترم؟ ببخشید اونم نیستن؟ نه خیر، رفته عکاس خونه. اگه کاری داریم پسر کمکت کنه. سلام میرزا خانم، حالتون خوبه؟ خوبی شما؟ ای مشتری آشنا. بله همسایه‌مون از طبقه سوم میشینن. ماشاءالله ماشاءالله، خوش به حال پسرای من با این همسایه‌های با شخصیت. شما مادر آقا جهانی؟ با اجازه بزرگترا. منم فیروزه هستم، فیروزه کاری. ای فیروزه خانم شمایی؟ بله. پسرم کلی از خانومیتون تعریف کرد. کدوم پسرتون؟ جهان دیگه. این دوتا که عقل درست حسابی ندارن. جهانم عقل درست حسابی نداره. اگه عقل داشت مادر جون الان هم زن داشت، هم دو سه تا بچه قد و نیم قد، نه اینکه قوقو جوجو بر دل من نشسته باشه. دروغ میگم؟ چی بگم؟ اوه اوه مامان از کی هم پرسیدی ها؟ به قول آقا محمود میگه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارن. آقا محمود هر وقت خودم رو ازدواج تو هم کشی باره با این آقا محموده. خانم جون این یا آقا محمود داره از بچگی که غیر خودش هیچ کی ندیدتش، همچی تا یک کلمه حرف میزنی پای آقا محمود هم میندازه اون وسط. ننه تو با آقا محمود چی کار داری؟ بابا من میخواستم بگم که این فیروزه خانم هم این خودمونه، انقدر به ازدواج نکردن ما گیر میدی، ایشون هم هنوز قاطی مرغا نشده. آره؟ وای خدا مرگم بدین دختر به این خوشگلی، مثل قرص ماه. نگاه کن نگاه کن، این سیب سرخ میمونه. ننه جون تا حالا چطور بدونه شوهر موندی؟ قسمت دیگه، قسمت نشد. قسمت دخترم، قسمت جنبون میخواد. تو کافیه لب تر بکنی تا من یه گالم خواستگار خوب واسط ردیف کنم. میواز بونگای شادمانی را افتن آبروی ما رو میکنن. چی میگی تو هم باز خودت هی قر میزنی؟ من اگه دست نجنبونده بودم جلال الان عذب اغلی بود. دست از سر جهانم بر نمیدارم تا زنش دادم. دختر خوب مثل طلا میمونه، اگه دست نجنبونی ها رقیبا میان میگیرن میبرنش. حالا کو تا جهان رازیش زن بگیره؟ راز نمیشه. حالا حالا من تو تو نیم وجبی و اون جهان رو زنش ندم و دستم از دنیا با نمیکشم. منو میگی؟ ببخش آلم به سرم. این دستش به اون دستش میگه بیمه سینما. سینما چیه؟ چیکار کردی بچه خاک؟ سینما چیه ماما جان؟ الان دیگه فیلم خوبی نیست. به قول آقا محمود میگه از این فیلم های قاچاق الهی تو اون آقا محمودت ور بپرین که من راحت شم. نگاه کن شادرمو چی کار کرد. میگم بلنشه بره خونه ما اینه رو بشونیم. بلنشه. نه مادر جون نمیخواد، همینجا این بغل مغازه میگیرم ایش زیرشی. وای خدا مرگم بده، مگه من میذارم یه بریم همسایگی به چه درد میخوره؟ بلنشه. راست میگی ایجون برگونت برم الهی. پس بفرم وای چادرم من رفتم. خدا حافظ. ببخش چیکار کرد با چادرم؟ اخ 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 خدا مرگم بده. به قول آقا محمود
غزاله جون اونجوری در کابینه در جا در نمیاد، محکمتر بکن. بابا دنبال این بخاری برقیه میگردم. بخاری برقیه میخوای چه کنی؟ آب همون یخ بود یخ زدم. لحظه فیروزه اینه دوباره آب داغو باز گذاشتم. تو جلسه حالا بهشون گفتم که تا موتور خونه درست نشده قرار شد اونا زور و شب از آب گرم مصرف کنن، ما صبح و عصر. به گوششون نرفت که. بیچاره آقای سعیدی اصلا از آب داغ استفاده نمی کنه. اما این دوتا خواهر تا بچه های منو سرما ندن دست بردار نیستن که. اینا حالا لابد حواسشون نبوده. ببین تازگی ها دیدی فیروز رفتارش با ما چجوری عوض شده، با ما لد شده. یه ساعت پیش دیدی تو حیات چجوری حرف زد با ما؟ دیدی؟ من فکر کنم فقط خودم فهمیدم انگار ما چه هیزم تری بهش فروختی. نه نمیدونم یکی رفته پشت سر ما بهش چی گفته پرش کرده. اصلا خیلی با ما رفتارش عوض شده. آره بس من برم باشون صحبت کنم ببینم جریان چیه، کسی چیزی گفته؟ وا تو کجا؟ سرما میخوری از همون اومدی، برو کنار. نه منم باد میام، عصبانی هستم، درست نیست تنها بری. بچه من قاتل دستگیر کردی، برو کنار. ماما ها عصبانیت باعث از بین رفتن تعقل آدم ها میشه. در بیشتر قطعه بر اساس آمار بی اراده و در لحظه اوج عصبانیت اتفاق میفته. قربونت برم، این دکتر روان پزشکا حرف میزن. مادر میخوام برم باهاشون حرف بزنم، تو نمیخواد بیای؟ میتونم. حاج خانم ببخشید، میگم که آب سرد رو باز کنید که یه موقع بخار حموم نگیرتتون. نه مادر جون، حموم یعنی آب داغ، آب ولرم که تمیز نمیکنه. میگم آب پرتقال آوردم خدمتتون که توی حموم میل کنید. حموم کجا بود دخترم؟ من همین بغل وایسادم دارم دست و پا و چادرمو میشورم. تشریف بیارین بیرون، آب پرتقالتون رو میل میکنید. ببین عزیزم، من زخم معده دارم، اگه داری یکم گلگاب زبو باسم دم کنی ممنون میشم. یه تیکه نبات زعفرونی هم توش بنداز، ببین دو جوش باشه بهتره. ای خود که تو سرم حال زعفرون از کجا شد؟ گلگاب زبو. ایما سلام. خوبی؟ سلام فیروز جون، خواستم بیام گلگاب زبون بگیرم از تو. منم داشتم میمدم با حرف بزنم ولی ظاهرن مثل که باید با فرزانه حرف بزنم. چی شده؟ چی شده؟ بگه چیزی شده؟ مادر جون این ساختمون که میدونی قدیمیه. بله. موتورخونش هم که باید تعمیر بشه. بله. قطعاتش هم که گیر نمیاد. سلام. سلام. چه عجب سرای خانم از این برا؟ فرزانه جونم که اینجاست. پس کی تو همومه؟ کی تو همومه؟ کسی تو همومه؟ حاج خانم تو همومه. چی؟ کدوم حاج خانم؟ حاج خانم مادر آقا جان مادر آقا جان تو همومه ما چی کار میکنه؟ سرجون درو میخوام برم بهش بگم کمتر آب داغ مصرف کنه، فردا میمونیم بدون آب داغ. نه آب ولرم دوست نداره، خواهش میکنم. اصلا برای چی اومده اینجا؟ کی آوردتش؟ بابا جان من آوردمش، ماسی شده بود آوردم بالا یه دوش بگیرم. مگه حالا چی شده؟ سلام مادر جان، عافیت باشی، ساعت همون. قربون شما، سلامت باشی. بله آب داغ بود؟ بله. میگم جمال جون کاش که این مراسم کاشت زلف داداشتو میذاشیم واسه بعدن. من امروز هزار تا کار دارم. بابا این تو همون عکاسی هم خواست بده واسش مو بزنن، روش نشد. سپر شما که ما این حرفا رو نداریم که بابا. بله یه این داداش هم خوشتی پا نه؟ خوشتی که آره، فقط یه خود این ابروها و سیبیلش زیادی پر پشته. قیافه شاید این چیز بوده، آچین باچین. شیر شادی و خنده، به 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 به. زدی برنامه رو؟ بله سعیدی حاضره. خیلی خوب، ده دقیقه اضافه شم زدی؟ ده دقیقه اضافه دیگه چیه؟ آقا جان مگه من نگفتم امشب 10 دقیقه اضافه میریم رو آنتن؟ ای وا یادم رفت. یادت نری وقتی؟ ای سعیدی
اینجا دفتر کاره یا آرایشگاهه؟ نه آی سعیدی. بچه آی سعیدی تو سرمونی مو رو میزنن، اینجا مو رو میذارن. من بیام تو بقالی شما کار کنم خوبه؟ شما کار اونجا تو برم دارید اینجا؟ آقا من معذرت میخوام، یه مورد خیلی خوب دارم که به این گزارش امشب اونم میخوره، الان نیم ساعته من درستش میکنم، ببخشید. بفرمایید. آقا مراد، آقا مراد. بله آقا، بفرمایید. این یکی هم سوراخه ها، هر کارش میکنم یه دست کشه دازه. بفرمایید چتونه؟ آقا مراد جون، بی زحمت یه رقبار بلا خانم غریب و صدا کن بیاد پایین. غریب و یا غریب و نه نه خانم غریب، فیروزه خانم. وقتی میگم این درستی ما رو جل بگیرن میگی نگر نگیرن. صبح هر که خونش قر کرد بلند شد اومد بیرون میشه بازیگر، زور که میشه میشه ستاره درخشش میکنه، بعد از اون ابراش ایتری میکنه، موهاش ایتری میکنه، گونه میکنه، شکل میده به خودش، میره ایتری عکس میگیره، بعدش هم کافی شاپ میزنه، آخر شب هم خواننده میشه و تند تند امضا میده. گل دیدی گفتم این دست که شان سراخه سرت آتی بودا؟ نه آقا مرا، نه بابا، از لحاظ روانی در سلامت کامل به سر میبره. برادران که فوت کرد حسابی خودم رو باخته بودم، اصلا هراسون شده بودم. دستت در نکنه مادر. خواهش میکنم. میگم فیروزه جون جانم، دست پنجوله درد نکنه، اینو بس من پوست بگی. چشم مادر جان. چشمت بی بلا ماه پیشونی. ماه پیشونی؟ ببر زحمت شد مادر جان. تو رو خودم ببخش. گفت مادر جهان. مادر دست درد نگاه کنیم ببینیم که پرتقال با عشق براش داره پوست میکنه. آره داشتم میگفتم، یه وقت به خودم اومدم دیدم موندم تک و تنها، کی به داد من و این سه تا بچه میرسه؟ برادرای برادران که اصلا میخوام سر به تن هیچ کدومشون نباشه. وای نگین مادر جان، گناه دارن، جوونن. وا چی رو جوونن مادر؟ هر کدومشون منزه یه دایناسور سن دارن، خواهراشون که دیگه وا ویلا. شما دخترم دارین؟ نه بابا دخترم، خواهرای برادران رو میگم، خواهر شوهرامو. مثل این که حواست نیست. هر چقدر که برادرای برادران دور من و این بچه‌ها رو خط کشیدن، عوضش الهی بمیرن. خدا نکنه. خدا رحمتش کنه. داداشم طفلک زیر پر و بال من و این بچه‌ها رو گرفت. ای مهرو جان قربونت برم، کی میای خونم؟ میام ان شاءالله میام. حالا دیگه من با داشتن سه تا پسر شاخ شمشاد که ماشالله هزار ماشالله هر کدوم باز خودشون مردی شدن، دیگه چه غمم مادر. سوسکه داشت دیوار میرفت بالا، مامانش میگفتش که قربونه دست پای بلورید برم ننه. آی گفتی. حالا دیگه من میخوام جهان و زنش بدم، بعدم اگه خدا بخواد جمالو. پس به سلامتی میخواییم واسه آقا جهان آسیم بالا بزنین؟ بله بله، یه دختر خوشگل خانوم مثل قرص ما محرو. خب به سلامتی این عروس خانوم خوشبخت کی هست؟ بعد از فوت برادر خدا بیامرزم، خونواده خانومش که تو باکو زندگی میکردن، زنداداشم و بچهشو برداشتن بردن پیش خودشون. الان 10 سال میشه که ما این بچه رو ندیدیم. طفلک وقتی داشت میرفت 12 سالش بود، الان 22 سالشه. مادر جان بس که اشتباه متوجه شده، سارایه جون پرسیدن راجع به عروستون، میخواستم راجع به ایشون بگی. وای فیروزه، کی بشه من تو رو بفرستم خونه شوهر که اینجوری پابرنه ندایی وسط حرفم. من داشتم جواب سارایه جون رو میدادم. عروسم. بله میگفتین عروسم. بله عروسم بچه برادرمه که ایشالله قربونش برم مثل قرص ماه میمونه. چی؟ فیروزه. برادر دادش فیروزه. آقا مراد اومده میگه که آقا سپر کار واجبت داره. فیروزه آقا مراد میگه آقا سپر کار واجبت داره. کار واجبت داره آقا سپر. سعیدی اون رو با اون با آسین پاک میکنم؟ این همیشهش میزونه، تو فقط رکورد کن دیگه. حالا تصحیح هم الان نه، الان وقتش نیست. فیروزه خانم
سلام، حال شما چطوره؟ بفرمایید جلوی دوربین، خواهش میکنم. بفرمایید. خیلی ممنون تشریف آوردید. شما تو دست و پایی یا؟ شما تو دست و پایی هستید؟ اجازه بده. اینجا؟ بله، یه خورده فاصله بگیرید لطفاً. عالیه، عالیه. خیلی ممنون. خب، سعید رکورد. بفرمایید. یه لحظه باشین. این کیه الان؟ این کیه؟ یعنی کیه؟ برادر جناب عالی. خیلی مسخره است، یه آدم دیگه است که. چرا بد نیست که؟ حالا درستش میکنم. شما برو الان. الان میخوام اینو. الان میخوام. الان بخ. میخوام ببین اینو. مسخره نیست. جان مسخره. خیلی مسخره. الان وقتش نیست. شما نه آخه الان لازم نیست. آقا مراد. آقا مراد. آقا مراد. زب میشه. 3 2 1 برو بریم. بینندگان عزیز، سوژه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید در حال گریه کردن هستند، قبلا قادر به گریه کردن نبودند. به این صورت که غم کهنه‌ای راه گلوشون رو بسته بود و ایشون دچار غم‌باد شده بودند. اما امروز صبح با مراجعه به این محل تحت مداوای تئاتر درمانی قرار گرفتند و توانستند گریه کنند. الان بعد از گذشت 8 ساعت ایشون دوباره به این محل مراجعه کردن که تحت مداوای تا درمانی قرار بگیرن تا بتوانن خوب گریه کنن. این معجزه تئاتر درمانی است. ایشون به این باور رسیدن که اینجا سن تئاتره و در سن تئاتر میتوانن به برون ریزی ادامه بدهن. تئاتر درمانی. خاتون بابا چی گریه میکنی؟ درمان این فیروزه میسوزه این بدبخ از ما ریزه این ایمت دقیقه یه دیده گل بگیرد داره این سینه ما را زده بچیده میتونم دیگه نمیشه دلش میخواد مثل آدم های معمولی تو خیابون فیروزه قدم بزنه کسی ازش امضا نکنه فیروزه این فیروزه بینه یه مش دیوونه گیر کردم دلم میخوام بزنم زیر تو چرا زیر تو چرا آدم وقتی که غمگینه، ناراحته، یک کلمه حرف میزنه که بقیه بفهمن چه خاکی بکنن تو سرشون. تو چند روز عوض شدی فیروزه، اصلا یه آدم دیگه ای شدی. بابا جان، من آدمم، حق دارم بدونم چی شده، دارم میمیرم از دلواپسی، بفهمینو. نمیخوای تو آشغال ببری؟ تو فقط به من بگو چته، همین. چی دلم برای ماما تنگ شده، شکسته باشه. نه، ولی دعا میکنم گردن هر چه آدم بی وجدانه بشکنه. آقا جهان، دنیا داره مکافات ها، هر کی بدی کنه به کسی دیگه خدا جوابشو میده. فکر نکنی دل کسی رو شکستی همجور راحت زندگی میکنی، خدا جوابتو میده. بله شما درست میگی، دنیا داره مکافاته. آدم های خائن با سزای اعمالشونو ببینن. کسایی که با احساسات پاک قش زحمتکش بازی میکنن، باید قلبشون بشکنه، باید پاشون بشکنه، باید صدای اعمالشون رو ببینن. باشه باشه. یا اگه خیلی درد میکنه ماشین هست دا ببرمتون دکتر. نقیه لازم نگرده، ممکن یه وقت پاتون در رفته باشه. به شما هیچ ربطی نداره، به خودم ربط داره. آدم های خائن خیلی محکم تر از این حرف ها هستن. وای من خائنم؟ گربه صفت، تو خائنی که رفتی زن گرفتی. من؟ بله بله، رفتی زن گرفتی. من شنیدم شما با آقا سپر چی میگفتی. با سپر؟ با آقا سپر؟ بله، تو دفتر آقای سعیدی. من
من آقا سپر داشتیم تعاد درمانی میکردیم. بله تعاد درمانی میکردیم. من خرم، اینجا نوشته من خر هستم، من گاو هستم، من بز هستم، من گوساله هستم، بزغاله هستم. آقا جان من نمیدونم روی پیشونه شما اسم گودو به ایوون نوشته، ولی من داشتم با آقا مراد آقا سپر تعاد درمانی میکردم. اگر هم باور نمیشه برو تلویزیون رو نگاه کن، داره نشون میده. راست میگی؟ بله، برو من دیگه نزن نمیخوام ریخ دادو ببینم. بخش میشه کدوم کانال؟ برو من نمیدونستم. فیروز خانم ببخشی، فیروز خانم. بله چیه؟ چی شده؟ با من ازدواج میکنی؟ جایی بابا نگرانت شدم. چرا انقدر دیر میکنی؟ فدات بشم. اونجا افتادم زمین. الهی بمیرم برات. الهی بمیرم که انقدر دلتنگ مامانی. فیروز مامان نیست، من که نمردم. فیروز من غیر از تو تو این دنیا هیچکیو ندارم. اگه یه تار مو از سرت کم شه من دق میکنم. ازت میخوام تو شادی و تو غم هیچ جا و هیچ وقت من تنها نزدیم، منو تنها نزدیم. قول میدم، قول میدم تنها نزدیم بجرم بیم.